سلام و مجدد در حضور شما بینندگان ارجمند هستیم و به ادامه تشریح آیه شماره ۱2۳ از سوره دوم قرآن مجید میپردازیم موضوعاتی چهارگانه در دقایق گذشته عرض شما رسید که موضوع جزا یا دستموز یا پرداخت یا اجرت و موضوع عوض یا موضوع معادلهی که در اون برابری ارزش ها باشه پرداخت ارزش های برابر و یا موضوع شفاعت و یا از همه اینها گذشته هر نوع موضوع دیگری که در خودش نصرت و یاری داشته باشه همه اینها در اون روز که قرآن میگوید که و تقو در اون یوم در اون روز در آن دوره همه اینها بی اثر خواهد بود و بود و نبود اینها یکی است و هر که در این دنیا راجع به وجود این چیزها در اون دنیا سخن میگوید سخن او به موجب این آیه قرآن یکصد درصد باطل و غیر قابل قبول است و با عقل انسان هم تطبیق نمی کند اساس این آیه در قرآن شریف بر اساس وجود مسئولیت فردی و حق انتخاب و حق اراده و حق آزادی آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی گفتار، آزادی اندیشه بالاتر از همه اینها و حق هدایت شدن حق اینکه ما بتوانیم که خودمون به هدایت برسیم و بتوانیم خودمون رو به سرچشمه ارشاد و هدایت برسانیم و اینکه ما دارای علم بیان هستیم و اینکه ما دارای علم قرآن هستیم و اینکه در فطرت ما علم بیان و علم قرآن نهادینه شده و اینکه علم کل هستی یعنی علم کل اسما علم هرچه اسم است هرچه کلید است که به شناسایی هستی مخدوم و منجر و منتهی می شود همه اینها در فطرت انسان وجود دارد در استعداد انسان وجود دارد در نهاد انسان وجود دارد یعنی ما در نهاد و استعداد و در قوه خودمون هم قرآن داریم هم علم به قرآن داریم هم علم بیان به علم قرآن داریم و در بود استعداد علم اسم کل اسماع رو اسم همه هستی رو اسم همه چیزها رو یا علم همه چیزها رو یا کلید همه چیزها رو میدانیم و علم آدم اسماع کلها و تعلیم داد خدا تعلیم داد آدم را به کل علم اسماع اسم ها و اسم در واقع کلید ورود به شناخت هستی است هستی در مراتب مختلف در اشکال مختلف همه اینها رو خداوند به صورت اسم در قرآن مطرح می کند و به انسان علم همه اینها رو داده است حالا انسان بر مبنای داشتن دسترسی به هدایت دسترسی و آزادی عمل به قبول ارشاد و در واقع تطبیق و اطاعت از اموری که به ارشاد مربوط می شود انسان با داشتن اختیار علم اراده امکان استعداد اختیار اختیار و اراده و اراده همه اینها در بعد استعداد انسان موجود است و اینها مجموعا یک پدیده ای رو به وجود می آورد که از اون پدیده به نام عقل نام میبرند که عقل این چیزها رو در کنار هم قرار میده و در واقع این عوامل مختلف و این علوم و این دانستنیها ها و این معارف مختلف رو در یک دادگاهی در یک محکمه قرار میده و عقل در مورد اینها حکم میکنه و در واقع عقل انسان محکمه و دادگاه درونی وجود انسانه نسبت به شواهدی که در وجود انسان موجود است تفاوت عمده دین قرآن حالا ما اصلا از اسلام و مسیحیت و اینها خارج میشیم تفاوت عمده ای که دین قرآن و روش قرآن با روش هایی که در کتب دیگری که به نام کتب آسمانی معرفی میشوند دارد در این است که موضوع عقل در قرآن یکی از بزرگترین حوزه های انفرادی مربوط به مسئولیت و نقش انسان نقش فردی انسان در شناخت مسئولیت نوع بشر است به همین لحاظ اسلام در بعد عقیدتی و برای ایجاد عقیده اسلامی فاقد هر نوع سازمان و هر نوع تشکیلات عقیدتی و هر نوع سنف عقیدتی است که جانشین عقیده و مسئولیت فرد بشود هیچ چیز نمیتواند که جای مسئولیت فرد رو به تعقل اشغال بکند که بگویند که اگر این شرایط فراهم شد تو میتوانی دین داشته باشی ولی فکر نکنی و عقیده شخصی نداشته باشی بلکه تو و یا من به علت بیشعوری می توانیم که در صورتی که بیشعور باشیم عقیده دیگری رو بپذیریم و بعد این بهانه ها مطرح می شود که خب اگر کسی بیشعور بود این همه آدم بیشعور وجود داره این همه آدم بیعقل وجود داره تکلیف اینها در مقابل دین اسلام و قرآن چیست؟ بسیار پاسخ ساده است کسی که عقل ندارد بسیار البته سخت است ولی خب دین هم ندارد درست مثل اینکه شما سوال بکنید که اگر کسی پا نداشته باشد شما به من بگویید که چگونه راه برود کسی که پا ندارد خود او نمیتواند راه برود ممکن است که از محلی به محلی دیگر نقل مکان داده بشود ولی راه رفتن نمی برای راه رفتن اگر شخص بخواهد راه برود احتیاج به پا دارد برای اینکه کسی دین داشته باشد احتیاج به عقل دارد اگر کسی عقل ندارد بسیار بد است البته اما دین هم ندارد دین لازم ندارد که داشته باشد چون ابزار دین اولین سبب و اولین عامل و آلتی که انسان رو وارد دین میکنه و انسان شروع به آموزش میکنه شروع به شناخت خود میکنه و از شناخت خود و از شناخت درونی به شناخت بیرونی سرایت میکنه و بین بیرون و درون یک پلی از عقل و عاطفه برقرار میکنه اینها همه فرو میریزه و انسان به هیچ عنوان نمیتواند دارای دین باشد صحبت من این نیست که این شخص بیدین و بی عقل گناهکار است یا گناهکار نیست طبعا اگر بی عقلی او نتیجه جرم او نباشد بی عقلی او قابل تنبیه نیست اگر یک آرزه ای باشد که خارج از اختیار این شخص باشد بی عقل دنیا آمده مسئولیتش کردن دیگران است که باعث بی عقل به وجود آمدن یک انسان شدند یا بیمار به دنیا آمده یا مغز او معیوبه یا نمیتواند رشد کند عوارضی که ما میبینیم همه دارند هیچ کدام اینها دین ندارند <تصفح> و برای اینها دین واجب نیست و وجود دین برای اینها غیر ممکن است و یک امر غیر طبیعی است چرا به خاطر اینکه ترازوی دین ندارند اولین شرط سنجش و برابر کردن چیزها داشتن یک معادله و داشتن یک ترازو است داشتن یک میزان است که شما چیزها را در این میزان اندازه گیری کنید شما باید دارای وزنه باشید سنگ باشید که با این وزنه ها بتوانید که یک عامل رو شناسایی بکنید شما اگر فاقد ترازو باشید فاقد میزان باشید اون میزان عقل شماست شما نمی توانید چیزها رو بشناسید و اندازه گیری کنید نه ارزش رو اندازه گیری می نه واقعیت رو اندازه گیری می نه منطق شما به کار میاد هیچ کدام اینها رو ندارید وقتی که عقل نباشه بنابراین شرط اول در داشتن دین و شرط اینکه انسان بتواند مسئول باشد باید دارای دین باشد اگر انسان دین نداشته باشد عقل داشته باشد طبعا در مقابل داشتن عقل و نداشتن دین مرتکب تکفیر شده کافر محسوب می شود چون علم درونی خودش رو پنهان کرده و کتبان کرده اما اگر انسان دین داشته باشد و عقل نداشته باشد اون دین نیست یک سری اوهام و یک سری خرافات و یک سری جهلیاتی است که ذهن او رو پر کرده از سوالات بی از ابهامات از خرافات از وحشت ها از عدم امنیت وجود او رو پر کرده ممکن است که خود او اسم این ناکامی ها و بی سر و سامانی ها و دربدری ها و آشفتگی های ذهنی رو دین بگذارد ولی این دین نیست ممکن است که به ما این دین رو تزریق کرده باشند در طول تاریخ تحمیق کرده باشند تحمیل کرده باشند و ما یک باوری داریم که دین واقعا مجموعه است از این اوهام و بیخردی ها و اموری که به اسم معجزه روی اون گذاشتیم و میگوییم خب حتما هر چیزی که ما نمیفهمیم حتما معجزه از خدا میفهمد کافی است خیر کافی نیست اگر چیزی رو ذهن تو نپذیرد و عقل تو پذیرای او نشود یک عقل سالم معمولی هیچ کدام از اعتقادات من و تو جنبه دینی ندارد اسمهای دیگری دارد که بعضی از اونها هم ممکن است ناراحت کننده باشد شنیدنش ولی دین نیست یا محدودتر کنم عرایز خودم رو دین اسلام قرآنی نیست دین اسلام قرآنی بر مبنای تعقل فردی و استنباط معارفهی پایگذاری شده یعنی شما یک ترازوی به نام عقل دارید این عقل شما باعث استنباط مفاهیم و معانی از قرآن می شود و این عقل شما این فهم قرآنی شما رو به بازار معارفه میبرد و در معارفه با عقاید دیگران در مقایسه برمیآید و بار دیگر عقاید شما و دیگران رو در این ترازو در این میزان میگذارد عقل شما استنبات های مختلف رو با هم میسنجد و یکی از این استنبات ها رو به عنوان استنباط عقلانی میپذیرد چه مال شما باشد مال دیگری و دارای عقیده می شود دارای باور می شود دارای روش می شود روشی که می تواند با تعقل مدافع حقانیت اون عقیده باشد این دین اسلام است این دین قرآنی است که موضوع عقل همانطور که عرض کردم در قرآن یکی از بزرگترین حوزه های مربوط به ذهنیت نوع بشر است و نقش انسان رو در شناخت مسئولیت او معین می کند به همین لحاظ اسلام در بود عقیدتی نمی تواند دارای تشکیلات باشد نمی تواند دارای نظامی به نام نظام کلیسایی باشد البته الان اسلام نظام کلیسایی دارد در تمام فرقه های اسلامی بدون استثنا بعد از اختراع حدیث اسلام تبدیل به سازمان شده در عقاید اسلامی را عرض میکنم یعنی یک مؤسسه ای یک سازمانی یک اینستیتوشنی که ما رابطه اقلانی با اون اینستیتوشن نداریم با عقیده اون فرد یا با عقیده اون سازمان یک برداشتی یک چهارچوبی برای دین ساخته میشه و این چهارچوب بر دیگران تحمیل میشه و یا این چهارچوب به دست حکومت ها داده میشه یا اساسا این چهارچوب سفارش خود حکومته به افراد که حکومت دینی یا دین حکومتی مفهوم همین دو عنوان است که اینها تشکیل یک سازمان میدهند و این سازمان برای اینکه باقی بماند و با دولتی بشود یا دولت برای اینکه دینی بشود باید سازمان دینی درست کند هر چه که هست همه اینها نوعا حکومت‌های های کلیسایی است و حکومت کلیسایی در دین مسیح با آغاز مسیحیت سیاه در قرون وسطا مسیحیت کلیسایی با حاکمیت کلیسا در اروپا به وجود میاد و کشتارها و جنایتها و آدم سوزاندنها و اصلا دوران سیاه دوران سیاه نسل بشر و اندیشه و ذهنیت بشر است وقتی که حاکمیت مطلق از کلیسا گرفته میشه حاکمیت عقیدتی از کلیسا گرفته نمیشه یعنی حتی دو رونسانسی هم که ما پست رونسانس رو هم اگه در نظر بگیریم یا خود رونسانس رو هم که در نظر بگیریم هیچ کدام از اینها قادر نبودند که ذهنیت کلیسایی رو از بین ببرند حکومت سیاسی رو از کلیسا گرفتند ولی هنوز کلیسا بر ذهنیت و بر تعقل مردم حکومت میکنه هنوز یک نفر به نام پاپ برای دو میلیارد انسان فکر میکنه و دو میلیارد انسان از فکر کردن محروم هستند و مجازات دارند در انواع دیگر شعب مسیحیت هم نقش کلیسا در همه اینها یکسان وجود دارد هیچ مسیحیتی وجود ندارد امروز که بر مبنای اقلانیت فردی پای گذاری شده باشد یک دوگم یک ایدئولوژی یک،, یک اندیشه سازمانی باید پذیرفته بشود و از همین کلیسا درس گرفته شده و این درس های کلیسا وارد اسلام شده و اسلامی کلیسایی به وجود آورده اسلامی که تشکیل حوزه داده این حوزه همون کلیساست حالا چه حوزه شیعه باشه چه حوزه سنی باشه در اسلام چیزی به نام حوزه وجود خارجی نداره حوزه به معنای یک اینستیتوشن و یک مرکزی است که در این مرکز به جای مردم فکر میکند به جای مردم تصمیم میگیرد و بعد این ذهنیت حوزوی یا ذهنیت کلیسایی رو بر مردم تحمیل می کند در طول تاریخ به وسیله خرافات به وسیله وحشت به وسیله رشوه به وسیله خودفروشی به وسیله فساد به انواع و اقسام وسایل، عقاید یک سازمان بر مردم تحمیل شده بعدها وقتی که مردم شروع به رشد کردن و در مقابل این حرکت های سازمانی استادیگی کردند، سازمان های فکری دینی به خاطر دوام و بقای خودشون به خاطر اینکه جلوی از و انقراض اونها گرفته بشه از یک پوشش و هجاب دیگری استفاده کردند و در واقع لباس حکومت تن کردند و در دل حکومت فرو رفتند و در واقع هسته های مرکزی حکومت های دیکتاتوری در دنیا بدون اینکه دارای ریشه دینی و ذهنیت دینی باشه امکان وجود استبداد نیست دین لازم نیست که حتما دین خداپرستی باشد مثلا آین کمونیست یک دین است نهایت امر پرستش اونها متوجه خدا نیست پرستش اونها متوجه چیز دیگری است ولی یک ایدئولوژی از عقیده ساخته شدن نام دین حوزوی یا نام دین سازمانی یا نام دین کلیسایی داره ما میبینیم که تا همین 160 سال پیش 170 سال پیش نقش کلیسا نقش حاکمیت مستقیم در همین آمریکا بوده جنایاتی که چرش ها انجام کلیساها ها انجام میدادند و هنوز هم میدهند و بعد ترکیب کلیسا با استعمار چون کلیسا کلید عقل چندین میلیون یا چندین میلیارد مسیحی رو در دست داره بنابراین این کلید کلید عقل یک میلیارد آدمه چقدر ارزش داره این کلید حالا اگر این کلید رو تحویل قوه حاکمه بدهند و کلیسا در اختیار حکومت در بیاید قبل از رنسانس حکومت در اختیار کلیسا بود بعد از رنسانس کلیسا در اختیار حکومت قرار گرفت اما اون چه که قبل از رنسانس و بعد از رنسانس ثابت به جای خودش غیر قابل تغییر باقی مانده حکومت خرافه بر مردمه حالا یا از طریق کلیسا باشه در دل حکومت یا از حکومت باشه در دل کلیسا و این با قرآن و با دین اسلام قرآنی 180 درجه تفاوت درجه و فاصله داره اصلا راجع به دو دنیای مختلف که کیهانها و کهکشانها سال نوری با هم فاصله دارند اسلام قرآنی و اسلام کلیسایی یا اسلام حوزوی و بعد در اسلام کلیسایی یک اصلی وارد شده که به جای کلیسا از یک لغت دیگری استفاده می کنند واشه تقلید به کار می برند. که افرادی که مثل من نادان هستند و اینها شعور ندارند و نمی توانند قرآن رو با همه سراحت و فساحت درک بکنند و قرآن رو در اختلاف و تباین و تضاد میبینند و در قرآن ناسخ و منسوخ میبینند در قرآن زد و نقیز میبینند و در مقابل عظمت قرآن آجز میشوند نهایتا قرآن رو میبندند و تعقل رو کنار میگذارند این افراد به عقل حوزه مراجعه میکنند و میگویند من که شعور ندارم که بفهمم نه قرآن رو میفهمم نه حدیث رو میفهمم نه مفهوم رو میفهمم نه عدالت رو میفهمم من فاقد شعور دینی هستم بنابراین من به تو پول میدهم و من بالاتر از پول از تو اطاعت میکنم به من اجازه بده که تو فکر کنی چون تو باهوش هستی و عاقل هستی من بیهوش بدبخت دیوانه هستم صفیح و بیشعور هستم بنابراین من در عین بیشعوری مسئول هستم که دین داشته باشم و چون شعور ندارم و نمیفهمم دین چیست از تو میپرسم که دین چیست و مقلد تو میشوم و قلاده به گردن ذهنیتم میبندم و ذهنیت خودم رو در اختیار تو میگذارم و هر سوی که میخواهی مرا هدایت کن تو به جای من فکر کن تو به جای من شفاعت کن منظور این که در اینجا این بحث که مطرح شد ما به عبارت شفاعت و به عبارت نصرت در اینجا رسیدیم و همینطور به عبارت به موضوع معادل موضوع برابر در پرداخت و همینطور در تجزی که جزا دادن جریمه دادن معادل پرداخت کردن چه به عنوان عین باشد چه به عنوان جریمه باشد چه به عنوان شفاعت باشد چه به عنوان نصرت اینها چهار وسیله ای است که کلیساهای اسلامی یا حوزه ها فکر می کنند به جای مردم و به مردم نصرت می دهند به مردم شفاعت می دهند به مردم معادل می دهند و به مردم جزا می دهند و مردم از این چهار پیکر که قرآن میگوید تقوا بپرزید و آماده باشید برای روزی که هیچ کدام از این چهار اسلحه کار نمی کند هیچ کدام از این چهار عنصر و ابزاری که به شما قول دادند کار نمی کند اینها ابزار فریب هستند اینها ابزار خرافه هستند مقصود این که در اسلام دین دین فردی است ما در اسلام دین اجتماعی نداریم اجتماع منظور من این نیست که مسلمانان نمی توانند دور هم جمع بشوند نمی توانند با هم عبادت در جماعت کنند اون رو نمی ارز نمی کنم ایدئولوژی دست جمع ما نداریم این که می گوید من مربوط به گروه شیعه هستم این رو ما در قرآن نداریم من مربوط به گروه اهل تسنن هستم یعنی شما به یک حوزه ای اشاره می کنید به یک کلیسای اشاره می کنید به یک کانسپت ذهنی اشاره می کنید که مال شما نیست دیگری فکر کرده و شما فکر دیگری رو تعقیب می کنید سهل است در زمان ما که ما اصلا فکر دیگری رو نمیدانیم. شما از این افرادی که اهل تسنن هستند بپرسید که چه تفاوتی بینه مسلمان مالکی یا سنی مالکی و سنی هنفی وجود دارد چه تفاوتی بین سنی شافعی و سنی همبلی وجود دارد خطوط تشارک و حدود تفارق اینها چیست در کجا یکسان هستند در کجا با هم فرق می کنند و تو چطور عضویت اینها را پذیرفتی با کدام دانش با کدام تجربه تو از کجا فهمیدی که فقه مالکی یا مذهب مالکی صحیح هست یا صحیح نیست هر کدامش رو بگویی باید پاسخ بدهی از اون اهل تشیع باید پرسید که تو وقتی به اسمت امامت معتقدی و از سوی دیگر در قرآن میگوید که نبوت به پیامبر تمام می شود و تو هنوز نبوت رو بعد از پیامبر در ذهن خودت ادامه میدهی تو تابع کدام فلسفه هستی؟ کدام مکتب فکری در ذهن تو این معصومیت رو و رابطه مستقیم فرد با خدا رو در امر کتابت که میگوید کتابت به رسول اکرم پایان میپذیرد عقل فردی میگوید ولی عقل حوزوی میگوید که تعبیر دیگری است مسلمان و منظور من شیعه و سنی هر دوی اینها مگه به زیارت سنگ نمیروند مگه سنگ رو نمیپرستند مگه سنگ رو نمیبوسند مگر از سنگ شفاعت نمیخواهند مگر از آجر بنا از کهنه از پارچه از روله آب شفاعت نمیخواهند کمک نمیگیرند نصرت نمیگیرند جزا نمیگیرند معادل نمیگیرند شفاعت نمیگیرند نصرت نمیگیرند نیست مگر اینها که از اینها نصرت میگیرند مگر اینها ضد قرآن نیست چرا چنین میکنند چون تعقل فردی از اونها گرفته شده و اونها رو وادار کردند که یک پولی به یک مؤسسه بدهند اون مؤسسه به جای اونها فکر بکند همینطور که حمله که اینها رو به مکه میبرند حمله هم هستند که در اون دنیا اینها رو مستقیما به هر جایی که باید بمبرن میبرند و اینها تمام این آیات رو زیر پا میگذارند و در واقع همه این آیات رو نادیده میگیرند این آیه که البته قابلی نداره یک خط مطلب است دیگه در قرآن نوشته حالا شما هم انقدر سخت میگیرید حالا چیزی نیست که نوشته شفاعت وجود نداره خب شاید هم وجود داره نصرت هم گفته وجود نداره ما فکر میکنیم که وجود داره اصلا این کتاب قرآن شما نمیفهمید ببندید این قرآن رو بذارید کنار حدیث رو هم شما نمیفهمید هیچ چیز نمیفهمید همه رو من میفهمم هر کجا که شما خواستید من به جای شما فکر میکنم من نتیجهش رو به شما ابلاغ میکنم اون وقت اگر به شما گفتم اسب پردار وجود دارد و شما نپذیرفتید خود شما میدانید که مستقیما به جهنم خواهید رفت من به شما میگویم اسب پردار وجود دارد شما میگوید عقل من اسب پردار رو نمیپذیرد عقل شما غلط می کند بیجا می کند شما اصلا اجازه ندارید که تعقل کنید که ببینید از پر دارد یا ندارد به شما می گویم از پر دارد بگوید چشم تمام شد دیگه این دین دین کلیسایی است یعنی در کلیسا وقتی که کتاب خود اینها می گوید که همه انسان ها برابرند سیاه و سفید چنین نشانان هستند همین چیزهایی که در انجیل های مختلف آمده اون وقت در مقابل همین انجیل کلیسا دستور می دهد که هر سیاه پوست مسیحی که با سفید پوست مسیحی ازدواج کند باید اعدام بشود بعضی از اونها باید سوخته بشود در کجا؟ در همین کلیساها اونها رو در آتش بیاندازند در کلیسا که بقیه سیاه ها ببینن من به سیاه مسلمان صحبت نمی کنم من به سیاه یهودی صحبت نمی کنم. من راجع به سیاه بیدین صحبت نمی کنم من راجع به سیاه مسیحی صحبت می کنم که در مقابل این همه فیلسوف و دانشمند و پزشک و مهندس و مطالعه کننده و اینها یک کسی که سیاه پوست مسیحی مسیح شفیع این می شود مسیح خون خودش رو برای این ریخته برای همین مسیحی که حالا رنگ او سیاه است ولی مسیح میگوید من خون خودم رو برای تو ریختم این طور که اینها میگویند من که نبودم ببینم مسیح چه میگوید این طور که کلیسا میگوید که مسیح خون خودش رو ریخته که همه تبرئه بشوند از یک کشیشی که گاهی از اوقات هم با ایشان مزاح میکنم پرسیدم که اتفاقا این برداشت از کلام مسیح رو اون کشیش کلیسایی که این سیاه پوست رو به آتش کشیده به اون معتقد بوده که مسیح گناه اون کشیش رو میبخشه و خون خودش رو ریخته و خودش رو قربانی کرده که گناه اون کشیش بخشیده بشه نه گناه اون سیاه بوست موضوع تعقل و موضوع فردی بودن دین یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثرا مورد فراموشی قرار میگیریم باز هم تکرار میکنم که موضوع عقل در قرآن یکی از بزرگترین حوزه های مربوط به نقش انسان در شناخت مسئولیت نوع بشر است به همین لحاظ اسلام در بود عقیدتی فاقد هر نوع سازمان و تشکیلات و اصنافی است که جانشین عقیده و مسئولیت فرد بتواند باشد عقل در اسلام یک محور اساسی و پایه‌ای است فقط ان تعقل بالاترین شرط ایمان و شرط قبول دین است دین بدون عقل دین محسوب نمی شود و پاره اوهام و خرافات به حساب می آید باز می گردیم به آیه 123 موضوع این آیه این است که قرآن ما رو دعوت می کند برحضر می کند و امر به تقوا می دهد در ارتباط و تقابل با روزی که برای همه واقع می شود و هیچ گریزی برای هیچ کس از آن روز نیست و می گوید در آن روز چهار وسیله یعنی پرداخت یا جریمه پرداخت معادل و یا شفاعت و پادرمیانی و اگر هیچ کدام اینها نبود نصرت و یاری و مساعدت هیچ کدام از این چهارتا در اون روزی که دعوت به تقوا می کند امروز برای اون روز می تقوا داشته باشید هیچ کدام از اینها وجود ندارد و اگر دقت کنیم و اگر حوصله و انرژی من اجازه بدهد بیشتر به عمق این مطالب پرو بروم خواهید دید که در واقع همین چهار عامل باعث وحدت و باعث شناخت توحید می شود و همین چهار واسطه باعث ایجاد خرافه و خشونت و خروج از امنیت و خروج از عاطفه و لطافت دین و خروج از مهر و رحمت می شود و همه خشونت هایی که در دنیا به وجود می آید به علت این است که اسلام حالا از مسیحیت ما خارج می شویم. اسلام اقلانیت فردی خودش رو از دست داده و اسلام تابع یک نوع ایدئولوژی کلیسایی شده یعنی یک حوزه یک مرکز و یک محل غیر از ذهن من فکر می کند و در واقع از ابزاری استفاده می کند که منو مجبور می کند یا به قبول یا به تحمل یا به قبول یا به تحمل ایدئولوژی کلیسایی یعنی اون روز 160 سال پیش هم که سیاهان رو آتش می زدن و می که چرا با سفید پوست ازدواج می کنی سیاه مسیحی اون روز هم ادهی بودند که واقعا با ذهنیت خودشون این جنایت کلیسا رو می پذیرفتند به عنوان مسیحیت یعنی قبول می‌کردند، ولی عده زیادی هم بودند که میدانستند این جنایته ولی این جنایت رو تحمل می‌کردند. به علت اینکه این جنایت در کلیسا تقدس پیدا میکرد و مقدس میشد جنایت مقدس میشد و هر چیزی که رنگ تقدس به او زده بشود مسون میشود رو این تن میشود و انسان اکراه دارد که به چیزی که نام تقدس با او زده شده با او مبارزه بکند و این ضعف انسان از نظر روانی بیشتر تقویت می شود و انسان های ترسو و بیعقل و پر اوهام و پر خرافه تربیت می شوند و تحویل جامعه می شوند و اینها چون از عقل دور می شوند از عدالت هم دور می شوند و چون از عدالت دور می شوند از رحمت دور می شوند و به خرافه رو میآورند و خرافه مادر خشونت است و خشونت فرزند خرافه است وقتی که ما از عقل خارج میشویم چاره ای نداریم جز اینکه در پرده اوهام و خرافات اسیر بشویم و هر که در پرده خرافات اسیر بشود در واقع به خشونت خود فروشی کرده و تابع خشونت می شود اگر تابع عقل باشید نهایتا تابع رحمت میشوید. ولی اگر تابع خشونت خرافه باشید طبعا نهایت امر به اطاعت از خرافه محکوم و مجبور و متحمل خواهید شد در این آیه در آیه 123 و یوما لا تجزی نفس عن نفسن شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعتون ولا هم ينصرون در این آیه هر نوع امکان دخالت غیر در نحوه تقابل شخص با اصل اکتساب و عمل در مقابل عکس العمل و نفی در واقع نصرت و شفاعت به طور کامل بیان شده و همه اینها مردود شناخته شد یکی از بزرگترین مبانی و اصول پایه‌ای در دین مسیح موضوع شفاعت و پادرمیانی شخص سوم بین انسان و خداست همانطور که عرض کردم شخص سومی مانند حضرت مسیح با قربانی کردن خود و یا با اجازه دادن به دیگران که ایشان را قربانی کنند چون بعضی ها معتقد هستند که ایشان چون قدرت خدایی داشته اگر میخواسته مانع میشده که دیگران او رو قربانی کنند این است که به نوعی داوطلب قربانی شدن شده که خون او بریزد که به لحاظ ریختن خون او تمام انسان که قبل از او بودند و او رو نمی شناختند همه اینها به بهشت بروند و همه انسان که بعد از ایشان ایشان رو شناسایی کنند و بپذیرند مسیح رو در قلب خودشون اینها هم آمرزیده می شوند. هر کاری هم کرده باشند و پذیرش مسیح در قلب مسیحی یعنی پذیرش کلیسا چون مسیح دارای نماینده است در این دنیا و موضوع کشیش بودن و موضوع رابطه بین مسیح و آدم های بی عقل مثل من بودن این اون سازمان کلیسایی رو نشان میده که یک مرکزی یک سازمانی با مسیح در ارتباطه و تحت تأثیرات قدرت الوهیت مسیح به تعقلی میرسه که اون تعقل به صورت ایدئولوژی یا به صورت الهام یا به صورت بیان منتشر میشه و به ما میرسه و اینها وقتی به ما رسید در واقع حکمی است که از مسیح به ما رسیده این واسطه عینا در فرقه های اسلامی هم وجود داره شخصیت هایی ایجاد میشن که این شخصیت ها در واقع یک پل ذهنی و پل ارتباطی بین حکم خدا و حکم فقیه یا حکم کشیش یا حکم ملای محل رو داره و این واسطه اسم مختلفی داره یک وقت اسم مسیح به خودش میگیره یک وقت اسم ماشیه یا مسایا به خودش میگیره یک وقت اسم مهدی موعود به خودش میگیره شخصیتی که بتواند توجیه بکند عقیده حوزبی و کلیسایی رو به جای عقیده فردی به لحاظ اینکه تقدس الهیت ببخشد به عقیده کلیسا یا به عقیده حوزه و این پل ارتباطی مورد ادعا باعث می شود که کلیسا بگوید که من از طریق این پل با مسیح در ارتباطم یا مسلمان بگوید من از طریق پل امامت با خدا یا با پیامبر در ارتباطم من با امام در ارتباطم امام با خدا در ارتباط است بنابراین من با خدا در ارتباطم همه این عرایزی که می کنم قصدم ورود به بحث های فرقه ای نیست بحث من در مورد تعقل کلیسایی تعقلی که به وسیله نیابت انجام می شود و تعقل اصالت است یعنی اگر من بخواهم که برای این تعبیر آیات قرآن برای تشریح آیات قرآن اسم دیگری بگذارم بایستی که عنوان مطلب این باشد که این تعقل نیابتی در مقابل تعقل اصالتی یعنی تعقل وقتی که در اصالت انجام میشه من اصالتا فکر میکنم وقتی که من نیابتا برای شما فکر میکنم و شما مصرف کننده فکر من هستید و شما مقلد من میشوید بین تحقیق و استدلال و تجربه و تعلم و بین تقلید و اینکه جایگزین کردن ذهن دیگری به جای ذهن نفس و ذهن خیش اشکالات عمیق و غیر قابل گذشتی است که هر روز جامعه ما رو بیشتر و بیشتر به طرف بیخردی و به طرف خرافات و خروج از تعقل سقوط میده و ما رو در این پرتگاه بیمنطقی و خشونت و خرافات قرار میده همانطور که ارز کردم در باور مسیحیت اینطور گفته می شود که مسیحیت امروز را از میکنم گفته می شود که با ریخته شدن خون یک فرد بقیه افراد فقط کافی است که این تئوری و این کانسپت رو بپذیرند یعنی قبول بکنند که یک شخصی به نام مسیح خون خودش رو ریخته و هر کسی که این مسیح رو بپذیرد به بهشت می رود. هر کار هم میخواهد بتواند بکند آیا به همین جا شروع می شود و به همین جا تمام می شود؟ خیر یک کسی باید گواهی کند که شما مسیح رو در قلب خودتون پذیرفتید این است که از شما سوال می کنند که متعلق به کدوم کلیسا هستید چه کسی شهادت شما رو پذیرفته؟ چه کسی شاهد بر شهادت شما بوده؟ میگوید من همینطوری در قلب خودم اولا که به تو چه مربوط است تو مگه وکیل مسیح هستی. شما اجازه ندارید بدون شبان و بدون کشیش و بدون شاهد و بدون مشاهد و بدون سرپرست و بدون نماینده مسیح مسیح رو در قلب خودتون بپذیرید باید کلیسا بر این امر شاهد باشه و باید شما تعلق به یک کلیسا داشته باشید به یک شبان داشته باشید به یک چوپان داشته باشید این تفاوت ها که عرض می کنم اساس و پایه و ریشه انحراف از دین است که دین باید در استقلال خودش به من عرض نمی کنم ما باید عقایدمون منفک از دیگران باشه منتظه از دیگران باشه عرض من این است که ما عقایدمون باید مستقل باشه و متکیه به کتاب ما باشه نه متکیه به آرای مردم نه متکیه به تاریخ نه متکی به حدیث نه متکی به امام نه متکی به بزرگان اسلام دین ما باید متکی به عقل ما باشه عقلی که متکیه به قرآن باشه تا اسلام نجات پیدا کنه و این اسلامی که همسایه همسایه رو میکشه قبایل هم دیگر رو میکشن خون همو میریزن وطن خود رو میفروشند به استعمار غریبه در میآیند و برادر برادر رو میکشه و عملا روزی میلیونها ها قرآن رو میسوزانند مفهوم قرآن رو میسوزانند و خشونت و خرافه و جنایت رو به نام اسلام به دنیا معرفی میکنند این به خاطر این است که تعقل فردی حق تعقل فردی از جامعه گرفته شده از انسان گرفته شده در آین مسیحی که نمونه ای از تعقل اجتماعی است تعقل کلیسایی است ما اگر گناهی کنیم اما مسیح رو معلواسطه یک نفر دیگه در قلب خودمون بپذیریم مسیح معادل گناهان ما رو به خدا میپردازد و هر نوع تعهد و بدهی و دین و زیان و ضرر ناشی از اعمال ما رو مسیح جبران می کند و درمان می کند و آنگاه که خسارت از سوی ایشان برای ما پرداخت شد و معادل اعمال بد اعمال خوب وعده شد و در واقع اوج شفاعت ایشان و رفع حکم مجازات از خدا از تأثیر و تنبیه که شامل حال فرد گناهکار باید بشود رها شد خود حضرت به نصرت و به یاری شخص میپردازد یعنی گناهان و جنایتهای های ما در چهار برد بود جزا معادله شفاعت و مغفرت و نصرت به وسیله ریختن خون عیسی فراهم و موثر خواهد شد یعنی اگر ما بپذیریم که یک انسان مسئولیت اعمال همه انسان‌های جهان را اگر او رو بپذیرند به دوش کشیده و قبول کرده و خدا هم قبول کرده یعنی خدا قبول کرده که از بین این انسان‌ها یک انسان خون خودش رو بریزه بقیه انسان ها این خونریزی رو بپذیرند و اگر پذیرفتند به وسیله یک واسطه البته اون وقت هر گناهی که کردند تا وقتی که مسیح رو پذیرفتند گناه اونها بخشوده میشه و در واقع یک شفاعتی است که به صورت چتر و به صورت جمعی از همین الان همه گناهکاران رو بخشیده و این از نظر منطق و از نظر عقل به چه صورتی میتواند که مفهوم بشود و حضم انسان بشود مسئله است که در مورد اون انشاءالله در برنامه هایی که در پیش داریم و از یکی از دوستان غیر مسلمان خودم من دعوت کردم که در این برنامه مشارکت بکند و انشاءالله سه شنبه آینده با او به نشستی خواهیم پرداخت و برای اولین بار یکی دو بار میزبان ایشان خواهم بود و بعد ایشان به عنوان برنامه گذار کار خودشون ادامه خواهند داد و بدون اینکه ما بخواهیم که نفوذی روی اونها داشته باشیم از دانشمندان مختلف از باورمندان به دینهای مختلف دعوت خواهند کرد و اگر خواستند از ما هم دعوت کنند اگر هم نخواستند آزادی کامل دارند که با هر میخواهند هر نوع مصاحبه رو انجام بدهند تلفن ها رو باز کنند و بگذارند که باورمندان یهودی باورمندان زردشتی باورمندان باهایی باورمندان یهودی و هر باور دیگری که وجود دارد کمونیست ها سوسیالیست ها ستاره پرست ها همه اینها بتوانند که هم نظریات خودشون رو معرفی کنند و هم منطق نظریات خودشون رو به شما معرفی کنند هم بتوانند که پاسخگوی کنجکاوی ها و سوالات شما باشند من تصور میکنم که تنها در این حالت و از این طریق است که بیننده میتواند که به قدرت عقل بیشتر پابند بشود و ببیند کدامی که از این آین ها به طور کلی اجازه تعقل میدهند و کدامی که از این آین ها هست که ما رو مجبور به تقلید میکنند تقلید مربوط به کسی است که فکر دیگری رو جایگزین فکر خودش می کند. در مثال هایی که شرکت کنندگان در همین شبکه مطرح کردند در گذشته گفتند که تقلید مثل این است که انسان چون از علم پزشکی اطلاع ندارد برای درمان درد خودش به پزشک مراجعه می کند و بدون اینکه انسان در 20 سال به مدرسه پزشکی برود و پزشک بشود از آراء پزشک تقلید می کند دین هم مثل پزشکی است بنابراین انسان وقتی که میخواد دین رو بفهمد که چه میگوید به مدرسه دین نمیتواند برود بلکه از یک آدم دیندار میپرسد و در واقع آراء او رو مورد قبول قرار میدهد این نوع مثال ها گمراه کننده و بسیار بیوجه هست و هیچ نوع تطبیق و توافقی با موضوع تعقل و تقلید ندارد موضوع پزشکی یک امر فنی است و تجربه شده و بر اساس تجربه ای که از اون فن به وجود آمده انسان مجرب رو تجربه میکنه و روی تجربه مطالعه میکنه یک مطلبی که علمی شده و به صورت معلوم در آمده انسان می تواند که از تجربیات و نتایج یک امر معلوم استفاده کنه و اون معلوم رو برای استفاده خودش به کار بگیره این موضوع بسیار متفاوت است از اینکه ما موضوع تقلید از دین رو که فکر کردن به جای دیگری است و ما از فکر او با اطلاع نیستیم از نتیجه فکر او فقط باید با اطلاع بشویم که میگوید من فکر کردم که در بهشت زنها اینطور هستند من فکر کردم که در جهنم آدم ها اینطور میسوزند و تو هم اگر میخواهی که به جهنم نروی باید این فکر من رو بپذیری. باز برمیگردم به تعقل فردی که یک شرط اصلی و عبادت اصلی در اسلام است یعنی شما اگر که تعقل فردی نکنید و عبادت فردی در تعقل را انجام ندهید و موضوعات رو با عقل نسنجید و یا رد نکنید یا قبول نکنید هیچ یک از باورهای دینی شما ذره ارزش باور دینی ندارد و مشتی اوهام و خرافات و در واقع ابزاری است که جلوی تعقل رو میگیرد و دیوارهایی است که جلو جلوی شعور و جلوی تجربه و تعلم رو مسدود میکند و نباید این کار رو کرد در این نگرش مسیحیت که به عنوان مثال تعقل سازمانی و تعقل سنفی و تعقل قابل تقلید از اونها نام بردیم فقط مسیحیت اینطور نیست اسلام قرآنی که کاملا یک دینی است مستقل و مجزا از اسلام تاریخی و حدیثی و شعن نزولی در اسلام قرآنی بالاترین و بزرگترین عبادت عقل است و تعقل است و بعد انفاق است و بعد سلات است و بعد همینطور پشت سر هم عبادت هایی که مهم است خیلی ولی عبادت به مفهوم کلی کلمه نزدیک به 6400 عبادت در قرآن آمده است هر چیزی که در قرآن مستقیم یا غیر مستقیم به صورت دستور آمده است نوعا یا انجام یا عدم انجام اون عبادت محسوب می شود بنابراین عبادت در قرآن بسیار زیاد هستند ولی مبنای شروع اعتقادات تعقل و فکر کردن انسانی که در درجه اول برای اینکه به ثواب های بزرگ انسان برسد باید بتواند فکر کند و از طریق استدلال و از طریق تجربه و از طریق دلیل و برهان به یک موضوع عقیده بشب داشته پیدا کند یا سلب عقیده پیدا بکند در این آیه در آیه شماره 123 از سوره دوم قرآن چهار پایه اساسی در امر قضاوت اعمال فرد و اکتساب ناشی از اعمال فرد و به صورت جمله و به صورت تمام هر چهار مورد کاملا نفی می شود و بطلان و غیر حقانی بودن و غیر عدالت بودن هم ابلاغ می شود به ما در این آیه هم تعلیم می شود یعنی در مسیحیت اگر هر نوع خطا و تجاوز به وسیله یکی از ابزار چارگانه باعث رهایی انسان می شود اسلام به طور کلی بر اساس استقرار و دوام کامل مسئولیت فردی قرار دارد و هر کس را منفردن و مستقلن مسئول اعمال خود می داند و به هیچ عنوان شخص دیگری را مسئول عمل او نمی داند و هر کس به تنهایی مسئول تعقل و تعامل ناشی از تعقل خود می باشد و حتی شخصیت ایمانند رسول اکرم که در وصف او سخن بسیار است هم در مقام رسالت او هم در مقام نبوت او هم در مقام شخص او به عنوان یک انسان زبان از ذکر مشخصات او ناقص و ناکامل میماند حتی چنین شخصی که در یکی از برنامه ها ای که وقت زیادی هم از تلفن گرفتند و میرفت که ما رو توبه کار کند به باز کردن تلفن ها خلاصه مطلبی که بیان می کردن این است که ما پیامبر رو دست کم گرفتیم یا تحقیر کردیم که ابدا چنین نیست در ذهن اون شخص ممکن است این طور باشد بزرگترین شخصیت و بزرگترین انسانی که در تمام خلقت خلق شده است محمد است اما محمد برتر از انسان نیست انسان برتر است انسان بهتر است اما مافوق انسان نیست انسان مافوق است و البته رسول بر حق است و خاتم النبی است آخرین نبی است آخرین کسی است که وحی از او ابلاغ می شود و وحی ابلاغی او اجازه مکتوب شدن می آبد. همه اینها که گفتیم به این شخصیت در قرآن گفته شده است که تو مسئول اعمال مردم نیستی چه برسد به اینکه شفیع مردم باشی اما در مسیحیت کلیسایی من راجع به مسیحیت کلیسایی صحبت می کنم در مسیحیت کلیسایی از یک شخصی به نام عیسی یک ایدئولوژی فکری ساختند که حق تعقل فردی را از افراد رو بوده است همونطور که ارز کردم اسلام بر اساس استقرار و دوام کامل مسئولیت فردی بنا شده یعنی هیچ فردی نمیتواند مسئولیت اعمال خود را بر دوش دیگری استوار کند و به همین مناسبت در قرآن موضوعات تعقل، اراده، تعلیم، تربیت، مسئولیت، مکافات، پاداش و عمل ارادی و اکثر عمل و علم کلی و سلطه انسان بر بیان و علم قرآن و ادراک انسان از موضوع تذکار و یادآوری به کرات در قرآن بازگو شده است در مسیحیت موضوع اقلانیت و به خصوص تعقل فردی موجودیت ندارد و معمولا کلیسا یا تشکیلات جمعی در مسیحیت انحصارا دارای عقل و مجاز به تعقل است در مسیحیت مسیح فکر می کند و تعقل می پذیرد. همان اطرافیان و حواریون مسیح نیز دارای اندیشه های سازمانی هستند و این اندیشه های سازمانی به صورت کتاب انجیل و به صورت کتاب حدیث به دیگران منتقل شده است یعنی عدم مسئولیت فردی برای انجام کارهای ارادی و به همین مناسبت افراد فاقد اراده و عقل برای تصور و برای فرضیه ها می شوند و تنها تشکیلات و نمایندگی هایی که از طرف مسیح ایجاد شده است می توانند فکر کنند عقل به کار بمندند و نتیجه آن را برای اجرا به دیگران دیکته و ابلاغ کنند در این شیوه دینداری به جای اطاعت از خدا اطاعت از فرد انجام می شود و آن فرد به جای خدا حاکم بر سرنوشت انسان ها می شود و در مقابل خدا هم میپردازد هم جریمه میدهد هم جبران می کند، هم درمان می کند، هم شفاعت می کند، هم اصلاح می کند و هم تنبیه می شود و هم شفاعت می کند و موجب رهایی می شود و هم به جای خدا به انسان نصرت و یاری و بالاتر از همه به انسان حیات جاودان می دهد و همه اینها رو با خون خود سرمایه گذاری می کند و با ریختن خون خود این همه فایده و منفعت به نوع بشر میرساند در اسلام همه این وکالت‌ها و همه این نیابت و همه این مشارکت شرک محسوب می شود و کاملا مردود به حساب می‌آید. دقایق کوتاهی اتاق فرمان اگر که به ما بدهید ما باز میگردیم و آیه شماره 124 رو به, به نام عدالت و رسالت در بخش دیگر آغاز میکنیم تحمل داشته باشید دقایق کوتاهی سپری بشود باز میگردیم با شما خواهیم بود